بعد از اینکه اون ویدیو رو درست کردم که بهتون گفتم شما میتونید سایتی رو درست بکنید که با کمتر از 1,000,000 تومان سایت براتون به صورت اتوماتیک فعالیت بکنه و ربات بیاد داخلش هر روز چند تا پست بذاره و خیلی سریع باعث بشه که رشد بکنید، خیلی هاتون براتون سوال پیش اومده بود که آیا واقعا درآمدی که اینجور سایت ها به ما میدن از روی تبلیغات میتونه درآمد خوبی باشه که بتونیم باهاش خیلی راحت کسب درآمد بکنیم و به عنوان شغل اصلی حسابش بکنیم. امروز اومدیم با هم دیگه یک نمونه کاملا دقیقاً این چیزی که ما نیاز داریم، سایتی که دقیقاً همین تکنولوژی رو برای خودش انتخاب کرده و داره همینجوری فعالیت می‌کنه رو با هم دیگه بررسی بکنیم و ببینیم که درآمدش چقدره و کلاً به چه شکلی داره کار میکنه. پس حتماً تا انتهای ویدیو رو با من همراه باشید. خب سلام بچه‌ها، خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید از کانال من. امروز اومدیم ادامه اون ویدیویی که چند وقت پیش براتون درست کردم در رابطه با طراحی سایت با هوش مصنوعی که به صورت اتوماتیک براتون پست آپلود می‌کنه، اومدیم که حالا یک نمونه سایت رو کاملا بررسیش بکنیم، ببینیم که به چه شکلی داره درآمد کسب میکنه و آیا اصلا کلا درآمدی که داره کسب میکنه درآمد خوبی هست یا اینکه غیر. که خب اگر یادتون باشه اون ویدیو رو هم از کانال رامون تالا دیده بودم خیلی وقت پیش و گفتم که بیام با شما هم به اشتراکش بذارم. دوستان حتما تا انتهای ویدیو رو با من همراه باشید، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نکنید. دمتون حسابی گرم، بدون معطلی بزنید رو سراغ ویدیوی امروزمون. خب بچه‌ها، من الان وارد پلتفرم که نمیشه گفت وارد سایت کام e.ir شدم. این پلتفرم یک سایت جدیدیه که حالا تازگی را افتاده شده، حدودا فکر میکنم یکی دو ماه هستش که را افتاده شده و توی سیمیلار وب هم اطلاعات خاصی در دسترس نیستش بچه‌ها، یعنی انقدر سایت جدیده که حتی اطلاعاتی داخل سیمیلار وب ازش نمیشه پیدا کرد. اما اگر ببینید کلی مطلب مختلف توی سایت برای ما قرار داده، بهترین انیمیشن‌های اکشن و فلان و اینا که حالا من اینو الان بچه‌ها اوکیش بکنم، معذرت میخوام، یک بار سایت رو رفرش میکنم. تمام حالا بیشتر داره در رابطه با فیلم و سریال و اینا کار میکنه، اما خب میگم تمرکزش روی فیلم و سریال هست، اما خیلی چیزای رندوم هم میذاره، مثلا بازی های مختلف میذاره، چه میدونم در رابطه با حالا سلبریتی ها و اخبار سلبریتی ها همه اینها قرار داده که خب مثلا اگر روی بیشتر بخونید من کلیک بکنم میبینید که الان یه دونه مقاله جدید برای من باز شده و نکته جالبی که اینجا برای ما داره نکته ایه که الان من اگر روی یک تانت کلیک بکنم میبینید که تبلیغاتی برای ما اینجا قرار داده شده که تبلیغات یک تانت هستش، این یک تانت اومده و تبلیغ گذاشته توی این سایت، سایتی که کلا دو سه ماه راه اندازی شده ولی خب داره به ما تبلیغ نشون میده و بابت هر کلیکش داره درآمد کسب میکنه. اما شاید الان بگید که خب چقدر خوب، یعنی مثلا یک سایتی اومده همینجوری دو سه ماه داره فعالیت میکنه، خودش فقط اومده یه هزینه خیلی کمی رو کرده، یه دونه هاست خریداری کرده که سالی 400,000 تومان نهایتش هستش و داره حالا ربات هوش مصنوعی رو وصل کرده به سایت و داره فعالیت میکنه، داره کسب درآمد میکنه. اما دوستان واقعا به این شکل نیستش و درآمدی که داره این سایت کسب میکنه درآمد اونقدر زیادی نیست که شما بخواید بگید که خب الان مثلا چقدر کارش گرفته و چقدر راحت داره کسب درآمد میکنه. نه بچه‌ها، ببینید الان درسته که کلی داره به ما تبلیغ نشون میده، اما ویوی که این سایت داره و بازدیدی که این سایت داره به شدت بازدید کمی هستش و کلیک هایی که داره به دست میاره نهایتاً ماهی 100 تا دونه کلیک روی تبلیغاتش هستش. 100 تا دونه کلیک میشه حدوداً چیزی حدود 5,000-6,000 تومان، یعنی کلاً درآمدی که داره کسب میکنه به صورت ماهانه الان 5,000-6,000 تومان هستش، یعنی واقعاً همینقدر کم. اما این سایت بچه‌ها تازه اول راهشه، یعنی تازه یک ماه دو ماه شروع کرده، فکر کنم هنوز به دو ماه نرسیده، تازه مثلا حدود 40-50 روزه که کارشو شروع کرده، اما همین الان تونسته خودشو وصل بکنه به یک تانت و همین الان خودشو وصل کرده به یک تانت و الان دیگه تمرکزش فقط روی اینه که چجوری بازدید سایتشو بیاره بالا. یعنی وقتی که 100 تا کلیک میشه 5,000 تومان همینطوری میتونه درآمدش ببره بالا، مثلا 1,000 تا کلیکش میشه 50,000 تومان، 1,000,000 کلیک میشه چقدر، همینجوری میتونه درآمد کسب بکنه و درآمدش رو بالاتر ببره. پس الان فقط تمرکزش روی بالا بردن درآمدش هستش، یعنی دقیقا کاری که نصف بیشتر بچه ها و میشه گفت 90% بچه ها انجام نمیدن، فقط تمرکزشون روی اینه که خب من الان سایت اومدم درست کردم و تبلیغات رو هم وصل کردم، وقتی فقط دارم توی یک با 5,000 تومان درآمد کسب میکنم به چه دردم میخوره. دقیقا مثل یوتیوب بچه ها، یوتیوب هم اینجوری نیستش که شما همون روز اول بیاید فعالیت بکنید داخلش، علاوه بر این که حداقل باید حالا 3-4 ماه زمان بذارید، میگم حداقل، خیلی بیشتر از ایناست، یعنی چنل هایی که خیلی خوب تونستن روش بکنن 3-4 ماه مانیتایز شدن، چنل های عادی 1-2 سال طول میکشه تا مانیتایز بشن، علاوه بر این که باید اون تایم رو صبر بکنید، باید
درآمد اولتون رو حداقلش رو حساب بکنید روی 40 دلار 50 دلار تا همینطوری درآمدتون بره بالا. بچه‌ها هر بیزنس و هر کاری طبیعتاً اینجوریه که شما نمیتونید توی ماه اول و توی ماه‌های اول توقع درآمد خیلی زیادی رو داشته باشید. پس مهمترین کار اینه که شما فقط و فقط شروع بکنید. یعنی شما اگر بیاید شروع به فعالیت بکنید و سایت رو بالا بیارید و فقط دیگه تمرکزتون روی این باشه که چجوری بازدید سایتمو ببرم بالا، میتونید خیلی راحت درآمد کسب بکنید. بچه‌ها درآمدی که داره الان کسب میکنه از اینا ممکنه درآمد خیلی کمی باشه، اما یک زمانی میرسه که این سایت معروف میشه، خیلی پرطرفدار میشه و بابت هر پستی که توی سایتش میذاره میاد پول به دست میاره. یعنی چی؟ من اگر روی این گزینه کلیک بکنم، مثلا یک کسی هستش که دوست داره فیلمش معروف بشه، یک بازی هستش که حالا شرکتی درست کرده دوست داره بازیش معروف بشه، میاد پول به شما میده و میگه آقا بیا این بازی من رو توی سایتت بذار، مثلا میگه که تاریخ عرضه های فلان و اینا، مثلا به جای اینکه بنویسه استار وارز میاد بازی اون فرد رو مینویسه و بابتش پول دریافت میکنه، پولای خیلی خوبی هم دریافت میکنه. یعنی اگر به جایی برسید که اونقدر بتونید حالا مثلا درآمد داشته باشید، حداقل بابت هر پستتون شما باید 100 دلار تا 200 دلار دریافت بکنید دوستان، که بالاتر هم خیلی میتونه بره. اما خب این سایت بچه ها الان اگر من بخوام قالبش رو هم بررسی بکنم، اگر بیام وارد پلتفرم حالا راست چین بشم، میبینید که قالبش رو برای ما 412 هزار تومان گذاشته. میتونید قالبش رو خیلی راحت خریداری بکنید و دانلود بکنید، ولی خب همین قالب رو پلتفرم حالا ابزار وردپرس هم برای ما قرار داده کاملا رایگان، یعنی همین قالب رو رایگان در اختیار ما قرار داده. پس این فرد اومده قالب رایگان خریداری کرده و فقط و فقط پول هاست داده و داره روی اون هاست فعالیت میکنه و الان هم به کسب درآمد رسیده. درسته که درآمدش کمه، ولی خب درآمدش میتونه خیلی خیلی بیشتر و بیشتر بشه. اما هدف از ساختن این ویدیو فقط این بود که بهتون بگم بچه‌ها کسب درآمد از سایت‌هایی که هوش مصنوعی خودش داره به صورت اتوماتیک داخلش حالا ویدیو میذاره، مطلب میذاره یا هر چیزی کاملا شدنیه و یک چیزیه که میتونه اتفاق بیفته. اینجوری نیستش که بگید نه اصلا امکان نداره همچین چیزی بشه، کاملا شدنیه. فقط و فقط شما باید تمرکزتون رو بذارید روی بالا بردن بازدید سایتتون و به هیچ چیز دیگه‌ای نباید فکر بکنید. یعنی مثلا بگید که خب من الان این ماه کلا 100 هزار تومان با این سایت به دست آوردم، پس این سایت به درد نمیخوره. بچه‌ها بزرگترین شرکت‌ها و بزرگترین سایت‌ها، بزرگترین یوتیوبرها هم درآمدهای اولشون خیلی خیلی کم بوده، اما به مرور زمان یعنی یه جوری پیشرفت می‌کنید که شما اصلا نمیتونید فکرشو بکنید. فقط و فقط کافیه که تمرکزتون رو بذارید روی همون کاری که بهش علاقه دارید و توش پیشرفت بکنید. یعنی شما درآمد ماه اولتون رو اگر با درآمد ماه دهمتون مقایسه بکنید، مطمئنم که خودتونم شگفت زده میشید. مرسی که تا آخر ویدیو نگاه کردید بچه‌ها. اینم ویدیویی بود که چون خیلیاتون سوال کرده بودید گفتم حتما براتون بسازم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو براتون مفید بود خوشحالم میکنم که کانال منو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، کامنت هم بذارید. دمتون حسابی گرم و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.